سلام دوست عزیز، امیدوارم هر جا هستی جور تهار صحت من لباس فرد به تن داشته باشید و با یک انباکسینگ دیگه با من خوش آمدید. امیدوارم که هفته خوب و خوش را سپری کرده باشید و این هفته میخوایم براتون یک دانه انباکسینگ کاملا ساده براتون اجرا کنم که تقریبا از پیسی های شخصی میشه گفت و میتونید به طور در دفاتر و یا خلاص شخصی و پیسی گیمینگ نیست، ولی اگر از جمله لپتاپ های خیلی خیلی پرطرفدار است که تقریبا همه خوش دارن و که ازش استفاده کنن. تا هفته میزن بریم به سراغ انباکسینگ هفته ما که اسپانسر برنامه لطف کرده و دو دانه محصول برای ما روان کرده که یک نسخه 256 جی بی است که آن SSD، هر دوتاش آن SSD است و یک نسخه 512 جی بی است. خب ما یک فقط انتخاب میکنیم دیگه، فرق نمیکنه که کدام میشه. آردس چون یک چیز است، خب اینیش هم بریم در انباکسینگ میکنیم براتون و بریم داخلش ببینیم که چی است، چی چیزی نیست. معمولا چون یک از لپتاپ های تقریبا اقتصادی بشه گفت و جعبش هم اونقدر مثل اومن یا مثل دیگه چیزا داره لوکس نیست، خب ولی دیگه بد نیست جمعش. استیلت هم داره، قلم یه کتاب چشو یه از چارجرش که دیگه چیزش نیست. مشخصاتش هم برد بخونم اگه که داشته باشه اینجا که اشپلت X2 در 13G3 است و پروڈکت نمبرش هم 2TS94 و دیگه 265 دیگه. مشخصات خاصی در اینجا نکنه، بریم داخلش ببینیم که چیه. این چارجرش است که چند ولت است. از این چارجرش های مدل نو است که USB تایپ سیم کنکت است. این طرفش 65 ولت است که تقریبا بد نیست دیگه، 65 ولت خوبه. بذاریم اینجا. خیلی اکسسوارش است یا استیلت یا قلمش قدیزه میتونی چون تچ اسکرین است میتونی از این استفاده کنی. دفترچه راهنما خیلی هم چارجرش که قدی چیزش. حالا خود محصول رو بریم باز کنیم که چقدر هست. یایش اینجا میگذاریم برای که وقت ضایع نشم. خب این تقریبا میشه گفت هم تبلت است هم لپتاپ و این یک از خوبی های شمی است که هم تبلت است هم لپتاپ است، چون میتونید به صورت تبلت قمی ازش استفاده کنید و یا که اگر به کمتر ضرورت داشته باشید به کیبورد میتونید کیبوردش رو نصب کنید. البته اشتباه نکنید که این کیبوردش شاید خیلی بکیفیت یا یک قسم شاید شک در دلتان بیاید که این چندان محکم نیست یا که به چی میگن قابل اعتماد نیست، ولی او قوی نیست. بسیار آین روبای قوی داره و بسیار آسان نصب میشه. خب بریم سبرد کنم خودش. خب امیدوارم که چارج داشته باشه. که یک صفحه نمایش فول اچ دی 13.3 اینچ چیزش هست، اسکرینش هست و کور آی 5 هست. خب مشخصات بعدش اینجا نوشته کور آی 5 است، 8 جی بی رم داخل خود داره، ویندوز 8 پرو داره دیگه، کامره پشتش 8 مگاپیکسل است، کامره پیش رویش 5 مگاپیکسل است و بلنگو و بسیار یک چیز خوب شیک با کلاس و چیز با کیفیت میشه و جایی چیز هم داره که اگر بخواید به صورت فیلم یا کم چیز ببینی میتونی راحت از استفاده کنی. بسیار
خوبش که اینجا جای اسپیکرش هست که هم این قسمت جای اسپیکر داره، هم این قسمتش و هم در فکرم در پشترش هم اسپیکر داره. نه این هم جای اثر انگشت هست که میتونی با اثر انگشت باز بسته کنی. این هم از کیبوردش که تقریبا ما خودم یک چند میشه که از این استفاده کردیم. اول کیبورد به نظرم بسیار یک چیز چندان قابل اعتماد یا خوب نمیامد، ولی بعد از اینکه استفاده کردم واقعا دیدم که بسیار خوب و با کیفیت است و این بسیار آین ربایی میچسبه. دیدی؟ بسیار یک حالا نفته بسیار محکم میگیره و قابل اعتماد، میتونید راحت از استفاده کنید. به این صورت میتونید استفاده کنید. وزنش هم 1 کیلو است، تنها خود کانش و قد همراه از گت تقریبا 1.500 گرم یا 1.5 کیلو که تقریبا چندان وزن نیست. وقتی دارید بگیرید شما احساس نمیکنید که خیلی گرنگ است و یک از این یک چیز بسیار اوانتاجش است که میتونید با هر جای از این همراه خود ببرید و استفاده کنید. خب امیدوارم که چارج داشته باشه. بریم روشنش کنیم. اگر چارج نداشت مجبور در برق کنکت کنیم که مشخصا در تاسفانه که چارج نداره و باید به چارجر وصلش کنیم. کامپیوتر روشن میکنیم. و بکلایت کیبوردش هم فعلا شما خوشحالت نمیبینیم، ولی داره که به صورت RGB روشن نمیشه، ولی به صورت سفید در زیرش نورم داره که تقریبا بسیار نازک یک چیزی بسیار خوب. اپدیتینگ بس چون دفعه اول است که استفاده میکنیم، به نظرم اپدیت کار داره یا یکم اگه وقت میگیره. خب فکرم بالتی نداره یا تست تکتیکلش فعال نیست. چه قسم شاید خب برحال با دست یک از سیتاپایش هست که یک کمک در وقت میگه بسیار کارتانا و جسی لاب خوزده connexion, un peu de wifi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. خب بالاخره در صفحه اصلی ویندوز رسیدیم. امیدوارم که بچه پنش کار میکنه یا نمیکنه. چرا شاید چارج نداره، فکر کنم باید چارج نداره. ای معمولا کار میکنه ولی چارج نداره. و اگر چیزی شما معمولا در کلام باشش میه
قسمته، یک از قسمتش این ربات وصل میشه فکر کنم. این نداره. نه این یک چیز دیگه داره. فکر کنم نه یادم نیست. حالا هرچی بریم به سراغ داخل مشخصاتش که از چی ویندوز استفاده میکنه، چی داخلش داره، چی داخلش نداره. قسمی که میبینید از ویندوز 10 است، 10 پروفیشنل است، 8 جی بی رم داخل خود داره، سیستمش هم 64 بی تی است، دیگه کورای 5 است، همچه قسمی که گفته بودیم. دیگه چیز خاصی نداره. داخل رمش است، خیلی سریع بسیار خوب کار میتن. اینم از ویندوز 10. اگر بخوایم به صورت سان کیبورد استفاده کنیم، میتونم کیبورد سریم جدا بانیم و به صورت تبلید از استفاده کنیم که منویش است که لپتاپ بسیار خوب با قدرت در این حال سبک و طبقه که کارخونه اش بگفته ای تا میتونه تا 2.5 ساعت چارج نگاه کنه. دیگه حالا بسته به مصرف شخص یا مصرف یوزر داره که چه برنامه و چه قسمی ازش استفاده میکنه، ولی به صورت معمول شاید صورت استفاده معمولی که ما شما میکنیم شاید در بین 6 تا 7 ساعت چارجش نگاه کنه که بعد نیست 6 7 ساعت به بطری کوچک و یا بسیار شیک اصلا 6-7 ساعت بسیار عالیه. نظرم که بسیار خوب لپتاپ شیک است. یکم از کیبوردش که تقریبا آلومینیومی و حس یک جور حس پلاستیک بودن داره ولی به کیفیت نیست. وقتی که حس میکنیم میفهمیم که جنس این پشت از پلاستیک است. قسم چند رقم دیگه اینجاش هم آلومینیوم است فکر کنم، ولی در دست خود بگیری تو جنس بکیفیت یا بدل مورد نمیشه و یک چیز بسیار با کیفیت خوبیش است که یک قسمی هم وصل میشه بسیار محکم و میتونید ازش با خوبی استفاده کنید. دوست عزیز این هم از انباکسینگ هفته ما، امیدوارم که خوشتون آمده باشه و مورد پسند شما از آن قرار گرفته باشه. تا یک انباکسینگ دیگه و یا تا هفته دیگر خداوند یار نگهدارتان. Peace.